با نام خدا و سلام بر شما به مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز دوشنبه اول حوت سال 1401 هجری خورشیدی است. سرخط خبرها. واکنش کابل به سخنان وزیر خارجه پاکستان، به جای شکایت مسائل را با حکومت افغانستان در میان بگذارید. سناریوی خوشبینانه این است که دولت موقت به تعهدات خود که به مردم و جامعه بین المللی داده بود عمل کند. درگیری دو ساعته در دروازه تورخم، پس از مسدود شدن این دروازه درگیری میان نظامیان صورت گرفته است. او د پاکستانی ځواکونو د پو جان پوسټ د سپردو په نامه باندې د دوی دوه تر مابین په ناڅاپي ډول جنگ ومشته. افغانستان محور بحث نمایندگان ویژه ایران و چین، نمایندگان این دو کشور بر ایجاد صلح و ثبات در افغانستان تاکید کردند. افزایش بی پیشینه عواید گمرکی کشور، وزارت مالیه میگوید عواید 11 ماه به 100 میلیارد افغانی رسیده است. با سفر غیر مترقبه جو بایدن و اوکراین. مشروع خبرها، من داریوش احمدی هستم. امارات اسلامی در مبارزه بر ضد تروریسم اراده و قاطعیت دارد و با نیروهای امنیتی منظم و مجرب و هیچ گروه اجازه نمی دهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. وزارت خارجه در واکنش به سخنان وزیر خارجه پاکستان می گوید که امارات اسلامی در راستای تقویت امنیت افغانستان، همسایه ها و کشورهای منطقه گام های قوی و مستحکم برداشته است. در اعلامیه وزارت خارجه تاکید شده است که ناامنی در پاکستان نتیجه سیاست ها و اختلافات داخلی آن است و بهترین است تا پاکستان به جای شکایت در نشست های بین المللی مسائل دو جانبه را مستقیما از طریق گفتگو با دولت افغانستان حل و فصل کند. وزیر خارجه پاکستان در مصاحبه تازه گفته است که اگر کابل به تعهد خود مبنی بر استفاده نشدن از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر عمل کند، مشکلات کنونی برای منطقه و جامعه جهانی کاملا حل خواهد شد. یک روز پس از اظهارات وزیر خارجه پاکستان در نشست امنیتی مونیخ مبنی بر تهدید کشورش از آدرس گروه های تروریستی در افغانستان، وزارت خارجه در اعلامیه اطمینان می‌دهد که امارات اسلامی اجازه نمی‌دهد امنیت کشور از آدرس افغانستان تهدید شود. وزارت خارجه گفته است که امارات اسلامی در راستای تقویت امنیت افغانستان، همسایه ها و کشورهای منطقه گام های قوی و مستحکم برداشته است. در بخشی از اعلامیه وزارت خارجه آمده است که امارات اسلامی افغانستان مصمم است به هیچ کس اجازه ندهد از خاک افغانستان علیه کشور به شمول همسایه ها تهدید وجود داشته باشد. به پاکستان توصیه می کنیم به جای شکایت در کنفرانس های بین المللی مسائل دو جانبه را رو در رو با حکومت افغانستان در میان بگذارد. در افغانستان اگر تروریست های هم هست، محصول کار فعالیت های استخباراتی پاکستان است که امروز ما و منطقه از او نگرانی داریم. و آقای بلاول بوتو هم که در جلسه مونیخ روی از این مسائل تماس گرفت، همه و همه مسئله سیاسی است به خاطر به دست آوردن منافعی که پاکستان همیشه به امیدش بوده. با این حال بلاول بوتو امروز نیز در مصاحبه با شبکه خبری CNBC گفته است که اگر حکومت سرپرست در افغانستان به تعهد خود مبنی بر استفاده نشدن از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر عمل کند، مشکلات کنونی برای منطقه و جامعه جهانی کاملا حل خواهد شد. زرداری افزوده است که هیچ کشور تمایل به برگشت نیروهای بین المللی در همسایگی خود به زودی ندارند. سناریوی خوشبینانه این است که دولت موقت به تعهدات خود که به مردم و جامعه بین المللی داده بود عمل کند تا اطمینان حاصل شود خاک افغانستان برای تروریسم استفاده نمی شود. اگر دنیا به ظرفیت و توانمندی آنان در مبارزه با تروریسم اطمینان حاصل کنند، پس فکر می کنم که این مسئله بسیاری از مشکلات منطقه و جامعه بین المللی را حل می کند. فکر نمی کنم کسی تمایل برای یک جنگ دیگر و یا ورود مجدد نیروهای بین المللی و هر نیروی دیگری در همسایگی ما به زودی داشته باشند. پاکستان از نگاه اقتصادی در حالت انفلاسیون، یعنی بعد برهم شکستگی است.
به کمک امریکا احتیاج داره، چین اونقدر پول نمیده، میخواد سناریو رو به کار بندازه که ما از تروریسم تهدید میشیم، شما تهدید میشه. میداند پاکستان که 20 سال افغانستان تخته شطرنجی بوده، زور از مایم شده. در نشست سه روزه امنیتی مونیخ در آلمان، بیش از 40 رئیس جمهور و حدود 90 وزیر خارجه کشورها حضور یافته بودند. هرچند بحث‌های اصلی نشست روی تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین و راه‌های حمایت از دولت اوکراین در برابر روسیه متمرکز بود، اما در مورد افغانستان نیز بحث‌های صورت گرفت. هرچند قدرت‌های غربی و کشورهای همسایه افغانستان هنوز در مورد نحوه تعامل و یا عدم تعامل با حکومت سرپرست متحد نشدند. یک شب پس از بسته شدن دروازه تورخم، درگیری بین نیروهای امنیتی کشور و نیروهای سرحدی پاکستانی رخ داده است. مسئولان کمیساری تورخم میگویند که این درگیری میان نیروهای امارت اسلامی و نیروهای پاکستانی 2 ساعت طول کشید، اما تلفات جانی و مالی بر جانب افغانستان وارد نشده است. گواهان رویداد هم میگویند که درگیری میان نیروهای امنیتی و نیروهای پاکستان شدید بوده است. شب گذشته مقام‌های محلی در ولایت ننگرهار اعلام کردند که دروازه تورخم را بنابر عملی نشدن وعده‌های پاکستان مسدود کردند. اما صبح امروز یک درگیری کوتاه میان نیروهای امنیتی کشور و نیروهای سرحدی پاکستان رخ داده است. درگیری که به گفته مسئولان در تورخم 2 ساعت طول کشید، اما تلفات جانی و مالی بر نیروهای امارت اسلامی وارد نشده است. سر او بجه لست دیگه کم په نصابی دول شدیه خواهد از مورد سرحدی زواکون و دیپا وزارت پوسته د خیبر په نامه او د پاکستانی زواکون و د پو جان و پوسته د سپردو په نامه بندی د دوی دو تر مابینز په نصابی دول جنگ و مشتی. گفته می شود که این درگیری پس از آن رخ داده که نیروهای پاکستان با یک مریض افغان برخورد نادرست کردند. دیت مریضان پراته و بزرگون مریضان، نو دا مریضان شو بد چلند ورسره کدی او د ماجیرو مسله وش دا خو ماجیرن را وشتله د غو سره بد وزت کدی، نو په دې خاطر د جن نور سیاسی موضوعات العمل پرون ماشام و بجه پینزل استیکه من دی تورخم بردر و ترسو. شاهدان عینی هم میگویند که درگیری کوتاه میان نیروهای امنیتی کشور با نیروهای پاکستانی صورت گرفته است. نن که چی کم شور شوه ده پدیب که داغ دی ماریزان دی لار که خرک پراته دی و را دوان ده منگا بیخی ده خبر ده پاکستان خو منگا پریگدینم. محدود شدن این دروازه مشکلات جدی را به مریضان افغان و پاکستانی به بار آورده است. آدمی پاکستانی پاسپورت ویزم لرم خو ډیر مشکل دی، سبای نه راغلی هم دروازه بنده ده، پته نه لګي چې معمولي خبرو باندې ټسټ وسو کې لاره بنده کی. نن هم راغلی یم او نن هم راغلی یم او مریض ما لاره بنده نسم تلی، دواړه کوزونه غواړم چې لاره کلاو کړي چې مریضان لاړ شي په خطو ګاو بهتره شي. دروازه تورخم یکی از دروازه های پر رفت و آمد به شمار می رود که همه روزه هزاران تن از این دروازه عبور و مرور می کنند، اما به گفته مسئولان برخورد نادرست جانب پاکستان به ویژه با مریضان مشکلات را در این دروازه به بار می آورد. جنگ پاکستان سرم به دنبال دیدار اخیر رهبران چین و ایران، نمایندگان ویژه هر دو کشور در امور افغانستان با هم دیدار کردند تا تصامیم رئیسان جمهور این کشورها در قبال افغانستان را اجرایی بسازند. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران میگوید که در دیدار با نماینده ویژه چین در امور افغانستان روی چگونگی دوام همکاری به هدف ایجاد صلح و ثبات پایدار در افغانستان تاکید شده است. در همین حال نماینده ویژه چین میگوید در سفر اخیری که به قطر داشته با مقام ارشد دولت قطر، سفیر پاکستان در دوحه و نیز با سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی امارات اسلامی در دوحه روی مسائل مربوط به افغانستان بحث و گفتگو کرده است.
پس از آن که رئیسان جمهور چین و ایران در دیدار اخیرشان در شهر بیجینگ مسائل مربوط به افغانستان را به بحث گرفته و بر دوام همکاری ها با افغانستان تاکید کردند، حالا نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در رشته توییت گفته که با نماینده ویژه چین در امور افغانستان دیدار کرده تا تصامیم رهبران دو کشور را برای ادامه همکاری ها با افغانستان اجرایی کنند. نماینده ویژه ایران گفته در این دیدار روی چگونگی دوام همکاری ها به هدف ایجاد صلح و ثبات پایدار در افغانستان تاکید شده است. در راستای اجرای تصمیم هایی که در دیدار اخیر رؤسای جمهور ایران و چین اتخاذ گردید، امروز دیدار صمیمانه و سازنده با نماینده ویژه چین در امور افغانستان داشتم. در این گفتگو توسعه همکاری های پکن تهران در حوزه افغانستان با هدف ایجاد صلح و ثبات پایدار در این کشور تاکید شد و راهکارهای اجرایی شدن همکاری ها مورد بررسی قرار گرفت. کشورهای منطقه در صورتی که گام های عملی در رابطه با قضیه افغانستان بردارند، یعنی هر کدام به نوبه خود تاثیرگذار هستند و در این حال ثبات در افغانستان برای تأمین امنیت در منطقه بسیار با اهمیت است. در همین حال نماینده ویژه چین در امور افغانستان که اخیراً سفر به قطر داشته است، در رشته توییت‌های نوشته که در این سفر با مقامات دولت قطر، سفیر پاکستان در دوحه و رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در دوحه نیز دیدارهای داشته و مسائل مربوط به افغانستان را با آنان به بحث گرفته است. در مورد سرمایه‌گذاری چین در افغانستان، تجارت دو جانبه و روابط دو جانبه صحبت‌های کردیم. چین یک کشور مهم همسایه افغانستان است و به نفع کشور ما است که در قسمت بهبود اقتصادی بایشان با کشور همسایه رابط و همکاری داشته باشیم و همچنان از تکنولوژی چین خاصتا در بخش زراعت استفاده کنیم. پیش از این رهبران چین و ایران در دیدارشان در شهر بیجینگ بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید داشتند و نیز در بیانیه مشترک رهبران دو کشور از امارات اسلامی خواسته شد که تعلیق کار، آموزش و تحصیل زنان افغان را برطرف نمایند. رئیسان جمهور دو کشور دوام کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را در شرایط فعلی یک نیاز جدی خواندند. رهبر حزب اسلامی میگوید که داعش در افغانستان نیروی قابل ملاحظه در اختیار ندارد و این گروه حملاتش را با خرید افراد جاهل و از اسلام بیخبر انجام میدهد. گلبدین حکمتیار میگوید گروه های تروریستی به شمول داعش جغرافیایی را در افغانستان در اختیار ندارند و حملات این گروه در خارج از افغانستان طرح و سازماندهی میشود. او نگرانی روسیه و کشورهای آسیای مرکزی را نیز از بابت حملات احتمالی از داخل افغانستان علیه این کشورها بیهوده خوانده و از امارت اسلامی میخواهد اقدامات را برای ناکام ساختن دسیسه های دشمنان افغانستان در نظر داشته باشد. گلبدین حکمتیار میگوید داعش در افغانستان نیروی قابل ملاحظه در اختیار ندارد و این گروه حملاتش را در افغانستان با خرید افراد جاهل و از اسلام بیخبر انجام میدهد. دیوش می دیر لجدی چی کار چاودنی او ترورند. ټول توان او کمال فقط هم داد. پدې چاودنو کې شکیل افراد اکثرا یا اجیر جنگیالی دی استخدام شوی او یا جاهل او لدین بی خبر او ناپو. آقای حکمتیار نگرانی روسیه و کشورهای آسیای مرکزی را نیز از بابت حملات احتمالی از داخل افغانستان علیه این کشورها را بیهوده خوانده و از امارت اسلامی میخواهد اقدامات را برای ناکام ساختن دسیسه های دشمنان افغانستان در نظر داشته باشد. به گفته او، روسیه در حال تشکیل یک جبهه به بهانه داعش علیه افغانستان است. دا اوز مر عملاً در افغانستان پرتباط دو رقیب و نړیوال و جبهو جوڑی دو شاهد. دی باس محوری و اصلی موضوعی هم دی افغانستان امنیتی وضعیت. لبلی خواه گورو چه مسکو دی بیل محور جوڑولو پاسکه. آقا هم دسته چه پا افغانستان که دی داعش حضور روسی تا و دی روسی ملگر و حوادو تا مخصوصا مرکزی آسیا تا دی گواش او خطر پتوگ گنه. امارات اسلامی اما میگوید که داعش در افغانستان سرکوب شده و تهدید جدی تلقی نمی شود.
به ویژه در برابر کشورهای همسایه. امارات اسلامی دی پده پوشی چی پاکستان دی افغانستان با حق خپل ستراتیجی دی تغییر نده ورکرد. تر هغه وقت پری چه تاسو دی خپل و گاوندیانو لپاره یو مشخص تعریف و نلری داعش پا افغانستان که پا پشپر دول مهار که دی نشی. اخیراً نیروهای امنیتی یک مخفیگاه داعش را در مربوطات حوزه هشتم نابود کرده است و امارات اسلامی اعلام کرده که شماری از افراد خارجی نیز بازداشت شدند. ادامه خبرها پس از وقفه. ادامه خبرها. ریاست عمومی استخبارات از بازداشت دو تن به جرم اخلال امنیت و مغشوش کردن اذهان عامه خبر می دهد. نوار تصویری را که این نهاد نشر کرده، دو تن به جرمشان در مورد تبلیغات علیه حکومت، نشر اطلاعات نادرست در مورد انتقال مردم به ترکیه و اخلال نظم عامه اعتراف می کنند. این دو فرد که در بازداشت به سر می برند باشندگان ولایت های لوگر و ننگرهار هستند. با این حال شهروندان کشور می گویند که نهادهای امنیتی برای جلوگیری از این گونه فعالیت ها بیشتر تلاش کنند، زیرا مردم نیاز به آرامش دارند. این نوار تصویری را ریاست عمومی استخبارات نشر کرده که در آن دو مرد به جرمشان اعتراف می کنند که مردم را فراخوان داده بودند تا به میدان هوایی بروند و از آنجا ترکیه انتقال می‌یابند. اینان همچنان می گویند که علیه حکومت در شبکه های اجتماعی تبلیغات منفی می کردند. ریاست عمومی استخبارات هم اینان را به جرم اختلال امنیت و نظم عامه بازداشت کرده است. اینان باشندگان ولایت های لوگر و ننگرهار هستند. عمران احمدزی و دیا کوچاپن مستارکان وانی نظام ضد تبلیغات کول او خلق میاتول او غیر اخلاقی پوستونه میکول. زی او لوگو کسانو چه خوام سی کابل خلق مو ترکی تا دی تگل پارا حسولی و راباسلی و منگا ما مستار اکانتو ندر اجی کاکا اکانتو اجی دیدان اکانتو او جوکی پنوم دی گلبشری پنوم اکانتو دی اسلامی امارت خلاف هم تبلیغات کول مستار اکانتو نچه ما دی اسلامی امارت خلاف کم پوستونه کول یعنی خلق پارا پارا ول او یعنی نوت من بی تبلیغات کول. پایتخت نشینان هم از نهادهای امنیتی می خواهند که برای اینکه آرامش در کشور حفظ شود نیروهای امنیتی به ویژه نیروهای استخباراتی بیشتر تلاش کنند. خدا را شکر که سابق کده بسیار اک 50% کم شده. سابق وار نیست. ما پایین به صبح می آمدیم دینی قسمت ها. جبای خود زیادتر اوقات تک دو نفر که خود می که باش که جا مارا کسلوچ نکنه. مگر نال دیم چهار بیست هم که می میگه پول ایسا شکر نیست. نیست آبه قال خو نیست اگر. حال یک تابه میال یک فکر نکنیم که فلانه جای فلانه چه دیر دوزدی کرده. آگاهان نظامی هم باور دارند که تامین امن و نظم عامه مستلزم اقدامات نیروهای امنیتی است که در موقع گام ها را برای جلوگیری از تبلیغات منفی بردارند. کشف، تعقیب و گرفتاری عاملین و متخلفین قضای جرمی می تواند بالای کاهش جرایم مختلف در کشور اثرگذار باشد. نیروهای کشفی و استخباراتی در تامین امنیت کشورها رول اساسی دارند، بخصوص در شهرهای بزرگ. اینا هستند که اگر همون مسئولیت های خود به شکل درست انجامتن میتونن پیش از وقوع یک حادثه یا یک واقع یا یک جرم او را خونسا بسازن. ریاست عمومی استخبارات در حال این افراد را بازداشت کرده که چند پیش مردم شبنگام به میدان هوایی می روند. به هدف این که گویا مردم ترکیه انتقال داده می شوند. سپس نیروهای امنیتی مردم را متفرق ساخته و به خانه هایشان برمی گرداندن. برای اولین بار یک عملیات جراحی قلب در ولایت کندهار انجام شد. این عملیات که در یکی از شفاخانه‌های خصوصی این ولایت انجام شده، دکتران توانستن عملیات جراحی قلب را موفقانه انجام دهند. و گفته یه دکتران پیش از این عملیات جراحی قلب با هزینه گزاف در بیرون از کشور صورت می گرفت.
عملیات جراحی قلب در یکی از شفاخانه های خصوصی در ولایت کندهار. این شفاخانه که یکی از بزرگترین مراکز تداوی در کندهار است، به تازگی یک عملیات پیچیده را انجام دادند. عملیات جراحی قلب. مش دلت دریدانی بایپاس مدلت ایمپلانت کرده. با گفته دکتران، مریضان زیاده برای عملیات جراحی قلب به بیرون از کشور می روند و حالا که این عملیات را موفقانه انجام دادند، می توانند عملیات های دیگر را هم انجام دهند. مرد په خصوصی سکتور په خپل مټ او په خپل کومک سره دا کړی دي او تاجران د افغانستان د ټول اول سره دا وعده کړی ده چې موږ به خلک پر کار اچو او د امنیت برکت دی چې د امنیت د برکت څخه دا عملیاتونه او دا کارونه ان شاء الله نور مخته روان دي. این عملیات جراحی بر قلب حمدالله انجام شده است. او اکنون وضعیت صحیحش را خوب توصیف میکند. الحمدلله موږ ډیر خوشحال یو. زموږ د پیغمبر حدیث دی، من لم یشکر الناس لم یشکر الله. څوک چې د خدای د مخلوق شکر نشي ویلی هغه د خدای شکر نشي ویلی. دوی زما سره ډیره غټه همکاري وکړله. این در حال است که اخیراً در کنار دکتران داخلی 11 تن از دکتران خارجی نیز در شفاخانه دولتی میوند در ولایت کندهار برای خدمات صحی بهتر به مردم گماشته شدند. جمعیت هلال احمر افغانی در شمال کشور یک کلینیک جدید را در ولایت بلخ ایجاد کرده است. مسئولان این اداره میگویند که این پنجمین کلینیک در شمال کشور است که با هزینه 100 هزار دلار آمریکایی از سوی یک نهاد خیریه در شهر مزار شریف ساخته شده است. این کلینیک حدود 50 هزار خانواده را تحت پوشش خدمات صحی قرار میدهد. گشایش یک کلینیک تازه ساخته شده در بلخ. این کلینیک از سوی جمعیت هلال احمر افغانی با کمک مالی یک نهاد خیریه ایجاد شده است. در این مرکز خدمات ابتدایی صحی عرضه می شود. در 600 متر مربع زمکه چه دلتا واقع ده و دلتا در کلینیک تقریبا 1,00,000 دلار پا ارزخ در جول شو و مونتا او سپارلی شو. نایه اول شهر مزار شریف در کارتی قوی کار ما یک کلینیک بی ایچ سی یا مرکز صحی اساسی را به کمک و همکاری سرمیاشت ما افتتاح کردیم. ساخت این مرکز درمانی که می تواند برای 50 هزار خانواده خدمات صحی را فراهم سازد با استقبال باشنده های محل روبرو شده است. باشنده های محل می گویند با ساخت این مرکز 90% مشکلات مردم حل خواهد شد. که مردم بیچاره فقیر غریب تقریبا 90% مشکلات مردم حل شده و انشاءالله در حال حل شدن است. جمعیت هلال احمر افغانی در زون شمال کشور در 5 ولایت 10 مرکز ثابت و 6 تیم سیار دارد که از آن جمله 5 مرکز در ولایت بلخ است. کار تحکیمات مسیر دریای آمو در چندین بخش آسیب پذیر در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار آغاز شد. بودجه این پروژه سوی وزارت انرژی و آب تامین می شود. باشندگان محل از شروع کار تحکیمات در مسیر دریا استقبال می کنند و ابراز امیدواری می کنند که با این تحکیمات شاهد از بین رفتن زمین های زراعتیشان نباشند. دریای آمو از پامیر ولایت بدخشان سرچشمه گرفته و با عبور از بدخشان 196 کیلومتر مسیر این دریا را ولسوالی های مواره کوکچه ولایت تخار در بر می گیرد که همساله این دریا صدها جریب زمین را می بلعد و برای نخستین بار است که حکومت کار تحکیمات را در 4 ولایت روی دست گرفته که امروز کار تحکیمات در ولسوالی دشت قلعه تخار آغاز شد. دا کار اولنی کار یا آخرنی کار بنوی زمونږ دا پروژه یا دا پروسه به دوامداره او وخت ونیسي دوامداره بوي په دې خاطر باندې چې په دې تهدیدات او تخریبات وخت تیر شوی دی دا د یو کال او د یو میاشتې او د دوو کالو کار نه دی. مونږ به انشاءالله دا پروسه دوامداره ساتو. مسئولان حوزه دریایی آمو در ولایت تخار میگویند که کار تحکیمات در ولسوالی های چاب، ینگ قلعه، درقد و دشت قلعه نیز آغاز میشود. این برنامه نه تنها در اولسوالی دشت قلعه است، در مواره کوکچه است که شامل از اولسوالی سمتی چواب شروع است تا الا پوزه نقطه آی خانم که 196 کیلومتر در بر میگیره. ان شاء الله در هر نقطه آسیب پذیری از اینا شناسایی شدم در حالت اضطراری جلوگیری میشم. باشندگان محل ابراز امیدواری میکنند که با تکمیل شدن کار این پروژه دیگر گواهی از بین رفتن زمین های زراعتی شان نباشند. از ده ها سال قبل
ساحه زراعتی را و جنگلات سرسبز از ساحه ماورای آمور و بالاتر از این منطقه های کاکل حتی من زمین های زراعتی را تخریب میکرد. بعد مهم ولسوالی دشت قلعه از تخریبات محفوظ باقی میمانه و همچنان بسیار مهم است، به خاطر از اینکه میبینین کاملا این منطقه خاک افغانستان به طرف خاک تاجکستان برده است. پیش از این کاری تحکیمات در مسیر دریای امو در ولایت های بلخ و جوزجان نیز آغاز شده است. دریای امو به طول 1200 کیلومتر در خاک افغانستان جریان دارد. ادامه خبرها پس از وقفه. حال هم خبرهای اقتصادی. به دنبال تصمیم حکومت برای مبدل ساختن پایگاه‌های نظامی پیشین نیروهای خارجی به زونهای اقتصادی، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که تاجران افغان آماده سرمایه‌گذاری در این زونها هستند و می‌خواهند که سهم فعال در ساخت این زونها داشته باشند. وزارت صنعت و تجارت هم از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌خواهند که در این زونها سرمایه‌گذاری کنند و این وزارت تسهیلات لازم را فراهم خواهد. کمیسیون اقتصادی ریاست الوزراء در یک برنامه بلند پروازانه می خواهد که پایگاه های نظامی پیشین نیروهای خارجی را در افغانستان به زونهای اقتصادی مبدل سازد و این کار را بر عهده وزارت صنعت و تجارت گذاشته است. حالا اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که تاجران افغان آماده سرمایه گذاری در این زونها هستند و می خواهند که سهم فعال در ساخت زونهای اقتصادی داشته باشند. اول باید په دغه زونونو کې مونږ پریزونونه جوړ کړو، د زراعتي پروسیسي فابریکې جوړې کړو او خپل زراعتي مواد په بینالمللي سټنډرډونو باندې جوړ کړو. که مونږ خپل جلغوزه امریکا ته ورسوو، که مونږ خپل انار لندن ته ورسوو، که مونږ خپل میوه او پرزن سبزي مسکو ته ورسوو، د هوا د لارې نه ډېر لوی پیسې به راوړو. نو په مجموع کې ډېر ښه اقدام دی. به باور سرمایه گذاران هرگاه این زونها ایجاد شود، تحول بزرگ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد، زیرا این پایگاه وسعت بیشتر دارند و مکان مناسب برای سرمایه گذاری هستند. دکتر خصوصی بتانند سرمایه گذاری کنند، هم از یک طرف ایجاد کار میشه، هم اقتصاد در گردش میاد، هم عواید بیشتر به حکومت امروزی ما میشه. پیشنهاد ما است تا که به تاجر سهولت های بیشتر باشد، تاجرایی که در دیگر کشورها است از وا تقاضا و خواهش میکنیم بیاین در افغانستان در این فرصت خوب سرمایه گذاری کنند. وزارت صنعت و تجارت هم میگوید آنان به سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراخوان دادند تا در این زونها سرمایه گذاری کنند. ما برنامه های داریم برای زونهای اقتصادی، برنامه های خیلی بزرگی داریم برای سرمایه گذاری در افغانستان که ما به زودترین فرصت به غیری را اعلان میکنیم. ما دیدها با تجارای داخلی و خارجی داریم، با سرمایه گذارای داخلی و خارجی داریم و این را انشاءالله به زودترین فرصت اعلان میکنیم ما کدام در کدام بخش افغانستان کدام زونهای اقتصادی را ما به خیر فعال میکنیم. در حال حاضر پایگاه بزرگ نظامی از نیروهای خارجی در ولایت پروان، هلمند، هرات، بلخ و کابل بجا مانده است و این پایگاه ها تأسیسات مهم را در خود جا داده است. وزارت مالیه در خبرنامه میگوید که برای نخستین بار از گمرکات کشور در 11 ماه سال 1401 مبلغ 100 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری شده است. این وزارت گفته است که با وجود کاهش 68% تعرفه مواد خوراکی پیش از پایان سال، درآمد از گمرکات به این میزان رسیده است. در این خبرنامه آمده است که عواید سالانه کشور هیچگاه از 72 میلیارد افغانی افزایش نیافته بود و گفته یه وزارت مالیه کار در گمرکات مسلکی شده و میزان فساد هم به صفر رسیده و شفافیت کامل در امور گمرکی ایجاد شده است. در حال حاضر تمامی گمرکات کشور به صورت 24 ساعته و 16 ساعته برای طی مراحل سری اموال تجارتی فعالیت می کنند. مالیه وزارت په لومړی ځل در روان مالی کال په لومړی یوولس میاشتو کې د هیواد له ګمرکونو څخه 100 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له حاکمیت څخه وړاندې هیڅکله هم د هیواد د ګمرکونو کلنی عواید له 2.5 میلیارد افغانۍ څخه لوړ سوي نه دي. د ګمرکونو په عوایدو کې دغه بې ساري لوړوالی د دې ښودنه کوي چې په ګمرکونو کې مسلکي او ژمن
کسان ګمارل سوي دي، فساد صفر سوي دي او په چارو کې پوره ړوندتیا رامنځته سوې ده. نرخ اسعار وضعیت هوا برای دیدن این مجموعه خبری و خبرهای دیگر به وبسایت ما سر بزنید www.arianonews.af. از توجه و همراهیتون به مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزارم. خدا نگهدار.